بگیم. امروز من میخوام به شما یاد بدم چه جوری میتونیم بیاین به یک آبجکت چندین متریال رو بچه ها اعمال کنید. به عنوان مثال فرض رو بر این بذارید که الان توی این صحنه من 6 تا دونه متریال مختلف با تکسچرهای متفاوت دارم. میخوام بیام ببینم که من چه جوری میتونم به هر کدوم از وجه های باکسم یه دونه از این متریال ها رو بچه ها تعریف کنم. من میتونم بیام خیلی ساده با استفاده کردن از این مولتی ساب آبجکتی که اینجا هست برای یک آبجکت چندین متریال رو در نظر بگیرم. حالا اگر روی آبجکت نگاه کنید به خوبی میبینید که الان متریالایی که ما تعریف کردیم بر اساس آیدیا روی کار اعمال شد. حالا چرا بعضیا رو به ما نشون نمیده؟ چون ما اومدیم چنلاشون رو تفاوت دادیم دیگه. من مجددا چنلای همه رو روی عدد یک قرار میدم که علل حساب ببینید چه اتفاقی میفته تا بعد بهت نشون بدم که باید چی کارش کنیم. حالا نکته قشنگش اینجاست که اگر من بخوام بیام الان جایی مثلا فرض کن پارکتو با این استونه عوض کنم چی کار میتونم بکنم؟ میتونم آیدی اینو قرار بدم روی 1، آیدی اینو بذارم روی 2. چه اتفاقی افتاد؟ جایی 1 و 2 عوض شد. مطلب بعدی رو که امروز بچه‌ها میخوام بهتون یاد بدم ساخت در واقع متریال تایل داره. ما چجوری میتونیم بیایم یک متریال تایل دار رو در واقع بسازیم؟ برای ساخت متریال مربوط به تایل من ترجیح میدم اول بیام یک ویره MTL رو اینجا قرار بدم و برای آبجکتم تعریف کنم. زمانی که بچه‌ها من اینجا بیام سرچ کنم تایل، میاد تکچر مربوط به تایل رو به من اینجا میده. زمانی که ما بیایم تکچر مربوط به تایل رو انتخاب کنیم، این بابستن رولات هایی که اینجا داره میاییم داخل رولات ادوانس کنترل. با باز کردن رولات ادوانس کنترل به وسیله تایل ستاپ میتونیم تایلامونو مدیریت کنیم. مثلا من میتونم بگم آقا رنگ تایل من قرمز باشه، رنگ تایل من زرد باشه، رنگ تایل من آبی باشه. با استفاده کردن از گزینه مثل گزینه color variance من میتونم بیام یک تنوع در رنگ تایلم ایجاد کنم. وقتی که من color variance هم مثلا روی عددی مثل 7.7 قرار میدم، خروجی که الان داره به من میده نگاه کن این خروجیه، و زمانی که من یه رندر بگیرم میاد یک تنوع رنگی رو برای تایلم در نظر میگیره. زمانی که ما horizontal gap و vertical gap رو هر کدومش رو کم و یا زیاد کنیم، درزهای افقی و عمودی ما چی میشن بچه‌ها؟ ریستر و یا درشت‌تر میشن. زمانی که بیایم استاندارد کنترل رو باز کنیم، حالت‌های مختلفش رو بچه‌ها میتونیم تعریف کنیم. مثلا فرض کن اگه من بیام رانینگ بونز رو اینجا انتخاب کنم، این حالت تایل رو بهم میده. ببین چقدر قشنگه. اگر من بیام قراردش بدم رو بعدی، این یکی حالت رو بهم میده.